سلام همه شما دوستای عزیز، من الان خوب هستم و با یک ویدیو یه آموزش عویز خیلی خوب دیگه اومدیم خدمت شما. خب توی این ویدیو قراره بهتون حالا یه دور کلن آموزش عویز رو بدیم و تمام نکاتی که باید راجع به عویز حالا جدید بدونید رو براتون توضیح بدم و اینکه چه جور تیم هایی رو ببرین که راحت تر بتونید عویز رو بزنید و حالا منم عویز رو براتون میزنم بالای سر تیم های نرمالی. اگه دوست داشتین با 4 ستاره هاشم ببینین که خب تو کامنت ها بگین و ما با 4 ستاره هم حمله میکنیم به این عویز، مشکلی نداره. از سمتی بیلد و همه این داستانا رو براتون آخر ویدیو حتما قرار میدم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین. و یه نکته رو بعد از اینترو میخوام بهتون بگم، حتما اون نکته رو کلی گوش کنید. خب ببینین، توی این ویدیو من یک سری نکاتی رو هم در حین فایت قراره بهتون توضیح بدم. نکنین عبیس حالا چون که پچ کلا عوض شده، حالا میبینید حدود 12 روزی هم دیرتر اومدیم داریم ویدیوشو میذاریم، ولی خب کل انمی ها عوض شدن. خب ولی خب فلور 9 و 10 چون که لول انمی ها زیادی پایینه، اینجا تهش 85 ان، آنچنان چیز خاصی نداره که من بخوام بهش اشاره کنم. فقط یک نکته رو میتونم بهتون بگم، آقا ساید اول کراود کنترل، ساید دوم سینگل دی پی اس، تموم شد و رفت. چرا؟ ناکنین ساید اول تعداد انمی زیاده، اینجا یه دونه انمیه، تعداد زیاد یه دونه انمی، تعداد زیاد یه دونه انمی، حالا میرن فلور بعدی فلور 10، تعداد زیاد یه دونه انمی، تعداد زیاد یه دونه انمی، تعداد زیاد یه دونه انمی. همینطوری که دارین میبینین فقط یه سینگل دی پی اس توی ساید دوم نیاز دارین و تو ساید اول هم شما یه سوکروسی، کازوهای ایونتی، هر کوفتی بیارین راحت کار براتون در میاره. خب بریم با هم دیگه فلور 11 رو داشته باشیم. حالا نکن این سناریویی که من اینجا بهتون گفتم همیشه اجرایی میشه، یعنی کلن در حال اجراه، چون که اینجا هم همین داستان رو داریم، یعنی تعداد زیاد یه دونه انمی، اینجا دوتا انمی ولی یکی یکی میان، تعداد زیاد یه دونه انمی. حتی توی فلور 12 هم همینه، اینا همشون تک تک میان، اینجا دوباره دوتا تک تک داریم، اینجا دوباره باسن فقط. خب یعنی شما بازی ازتون میخواد که سینگل دی پی اس بگیرین صرفا فقط به خاطر فروش موالانیه، چون که آره، ولی ما اینجوریم که نخوندم داداش، ما همینو ادامه میدیم، بدون سینگل دی پی اس هم میشه اینجا رو زد، ولی نه حالا جدی سینگل دی پی اس داشته باشون راحت تر میشه. خب فلور 9 رو که کاری نداریم، بریم سراغ فلور 11 و حالا تیمایی که قراره من اینجا ببرم، چون که میخوایم سریع بریم برسیم به فلور 12، من اینجا یه سری تیمای هیولایی میارم سریع بزنیم و بریم سراغ فلور 12. حالا تیمایی که اینجا میشه آورد رندشون کرد، خیلی تیما زیادی هن واقعا، ولی من بذاریم همون تیم نوبیلیت رو بذارم بالا، چون که یکی از قوی ترین تیمای کراود کنترل، یعنی تعداد زیاده ایوی دمیجه بهتر بگم، و تیم پایینم که خب تیم آرلکینو رو میذارم چون خیلی دوستش دارم. آره همینی که هست. خب تیم خیلی وقت این تیمشو بازی نکردم وایسا، اینم حال میدم. اوورلود. خب بریم با هم دیگه و حالا عویزو داشته باشیم. من اینم بذارم چون که خب بالاخره یک مقدار صدا تأثیرات زیادی داره توی گیم پلی آدم، میدونین باف خیلی قویی هم بهمون داده، نرمال چارج اتک دمیج، نرمال برای آرلکینو، چارج اتک هم برای نوبیلت. خب ببینین نکاتی که داخل فایت باید بهتون بگم، اینجا چند تا انمی سامن میشن، اولیش این کسی که رنجه، یه دختره است، اینجا اسپان میشه از بچه های ناتلانه. اول برین تو حلق این یکم بزنین تو سر کلش که اگرو این بیاد، بعد بکشین وسط فایت، چون که بقیهشون میان میرن وسط، اما اون چون رنج از دور میزنه ممکنه بره یه جای دیگه، بعد نتونین همه رو با هم جمع کنین. در نتیجه ما اینو اینجوری میگیریم، اینو میکشیمش وسط، بعد دیگه همه رو آوردیم وسط. خب یه فورینا هم بزنیم، اینم اگه یادتون باشه یه دونه باگی بوده که هویورس اومد درستش کرد، بعد بچه چینی اعتراض کردن که یعنی چی آقا باگ چیه، ما داریم از این سوء استفاده ابزاری میکنیم، ما داریم یه زحمت میکشیم، و در نتیجه
اون باگو کلن اومدن برداشتن که اینجوری میچرخونی سفر رو و حالا دهن انمی سرویس میشه همه رو با هم میزنن، ولی من خب از این باگ ابیوز میکنم چون بچه چینی زحمت کشیدن 1600 پیرموجی هم به اون تازه دادن سر این داستان. خب این قسمت یه دونه انمی یکم سریع برین درسین سمتش و بزنینش اوکی میشه، یعنی اگروش میفته روی شما. 136 عالی، اگرو اگرو همین، یعنی کلن این سایت فقط همینه، هیچی نداره. خب چمبر دوم نکات خاص بذاریم ببینم داشت یا نداشت، یادم نیست. دوباره نرمال چارج اتک، بله. آها اینجا خیلی چیز خاصی نیست، یک سری فانگی فانگوه چین از این دلغک های رو مخ میان که بعد فقط همین رو بزنیم. بعد از اینکه اینا مردن دیگه همینطور به صورت ساعتوار اینا اسپان میشن. خب بعد شما همینطور بچرخین بزنینشون اوکیه دیگه، هیچ مشکلی نداره، ولی خب من چون حال ندارم چارج چیز کنم. این قسمت سعی کن اول برین سراغ این یکی چون که میره بالا، خب و بره بالا یکم میره رو مخ و بره رو مخ ناراحت میشیم ما، خیلی بیشوری خیلی بی فرهنگ تشریف داری شما. بیا پایین بابا. خب اینا هم که دی انمی های جدیدن که حقیقتا خیلی بچه بیازاری هن، خیلی هم گوگولی هن. این دارم خیلی شیک میکشین، این که کلن ایوی و کازوات چقدر اینجا مثلا مفیده براتون، ایوی دمیج و این داستان ها. خب این قسمت دوباره یه دونه سینگل تارگت انمی داریم. این هم صرفاً دمیجش یک مقدار، چون که کتو کلفته سعی کنید داج بدین مثلا من همه دمیجشو، اگر میتونه بهتون دمیجای خیلی زیادی رو بزنه حقیقتاً. اذیتش کردم. خب چمبر سوم. حالا فدور یاز چقدر از این بافه داد بهم پشمام. چمبر اینجا کلن 11 آنچنان سخت نیست، خب 12 نکات زیاد داره و باید دقت کنید. حالا بریم برسیم به 12. این بود همون بافی که یعنی باگی که بهتون میگفتم، همسه شما حتی ندیدین اینجا چی بود ولی مرد. آره خب به همین راحتی. اینجا هم که اون لوکال لجند چیز آورده برامون، این بند خود یه دونه چیزی که داره میره داخل یه دونه متدی سوار اسکیت میشه. خب حالا من اگه بتونم یه کار کنم سوار اسکیت نشه که خیلی حال میده که سوار اسکیت شد. اینجا حالا مرد، خدمه اینجا من زیاد بود، ولی سعی کنید نیفتین دنبالش، این یه دو سه دور بره بیاد خودش وای میسته، الکی استامینا حرام نکنید میخواین دنبال یه دونه اسکیت سوار بیفتین، مولانی اگه داشتین اسکیت رو بردارین میفتین دنبالش، اونم حرفیه. خب تیم هایی رو که من قرار بیارم ببینید بر اساس انمی ها، شما اینجا صرفا گفتم بهتون دیگه، برای این سعی کنید یه دونه اچ پی زیاد یا حالا داج بتونید بدین دمیجشو یا آی فریم کنید، شیلد قوی داشته باشین، هر چیزی داشته باشین که بتونه اینو ایگنورش کنه کارتون رو در میاره. خب از سمتی سینگل تارگت میخواییم کلا توی ساید دوم. ساید اولم این یه دونه کامبو داره که حالا توی فایت بهتون باید نشونش بدم، اینم که دیگه 200 میلیون بار دیدین توی فایت باز بلاتون نکاتشو میگم. اینجا هم چیز خاصی نداریم، اگه تیمتون الکترو زیاد داشته باشه بتونید اینو اگروش کنین، پای رو نزنین بهش بافش بخوابه، وحشی میشه توی یه بازی، حالا نشونتون میدم توی فایت بازم وحشی میشه و بعد از این وحشی شدنش راحت میخوابه مثل سگ کتک میخوره، خیلی خوبه. ماوکنکم که هیچ خاص خاصی نداره، فقط 2 سال طول میکشه بلند شه. اینا یه استراتژی دارن که راحت‌تر سریع‌تر بتونید بزنین توی دوتا راندشون، یعنی توی دوتا ویو پشت همه. اینم که گفتم دمیج زیاد. حالا تیمایی رو که من قراره ببرم اینجاها ببینیم، میخوام یک کار غیر اخلاقی انجام بدم، بالا تیم نشنال رایدن میارم، بنت کو بنت خود رایدن
شیلنگ و سینچو. سینچو دوست دارم 3 باشه، شیلنگ 4 راحت ترم. تیم دومم، من نه شیلد میخوام بیارم نه چیزی، من که میتونستم شیلد بیارم مثلا بایجو، ولی خب از من نوبیلت مثلا کنار بایجو خیلی حال میده، ولی نوبیلت نمیتونه اینو بزنه چون که این هایدرو کلن رو شپلایه. اگه دی پی اس پایرو بیارین اینجا خیلی به نفعتونه، سریعتر میتونین اینو بزنین، ولی من نمیخوام دی پی اس پایرو هم بیارم، کلا حال نمیکنه همچین کاری بکنم با این بچه. در نتیجه البته میتونم یه تیم خیلی سمی هم بیارم، ولی شیلنگم بالاه متاسفانه رو بنتم بلش کن. بزنین یه تیم کثافت دیگه رو آن میکنیم اینجا. این تیم کثافت اینطوریه که ناهیدا باید دی پی اس چه که دی پی اس هست، از سمتی هم این و یک مقدار حالا دی پی اس بیشتر فیشل. خب این تیم برای بالا کافیه، حالا برای پایین منظورم بود. حالا میخوایم بریم ببینیم چه خبر. خب ببینین المنتال اسکیل خوبه برای تیم هم، برای سایه دوم مخصوصا. خب نکنین ما اینجا اول سه تا سامورایی توی این قسمت سامشه، این گنده است، دو تا کوچیک. این گنده طول میکشه تا کاتانا رو در بیاره، کوچیکه مثل سگ میدن دنبال شما. شما زمانی که فایتو شروع میکنین، به جای اینکه دعوا رو همونجا برین بکنین سمت اونا که همونجا بمونن، میان این قسمت که فایت توی این ناحیه صورت بگیره. چرا؟ چون که انمی های بعدی یکیشون اینجا و یکیشون اینجا سامن میشن و ما میخوایم نزدیک باشیم برای انمی های بعدی و این یک مقدار تایمتون رو سیو میکنه. حالا ببینیم به چه صورته. من اینجا اینکه شروع شد خیلی شیک میام عقب، آروم اینا میان سمت من، بعد این ناکن میره رو حالت دش، بعد خیلی شیک درست تو اینجا میکوبم. یه رایدنم با زاویه خوب و همشون سقط میشن. حالا این دوتا میان، ببینین میان این قسمت وای میسین. چرا؟ یعنی کلن یه جوری باید وایسین که حالا اصلا شیلش نیومد که من بخوام توضیح بدم، بعد یه جوری وایستین که این بند خدا که حالا میره توی فرمت شیلد که نرفت کلن، نمیدونم چرا، بین شما و چیز قرار بگیره، اون یکی قرار بگیره که بیان کنار هم. حالا اینا نیومدن، الان مثلا شیلد آورده برای من، الان دیگه بخور تو سرت واقعا. اینا اچ پی شون هم از حالت عادی یک مقدار خیلی بیشتره، چون که مثلا عبیس 12 اینجا. خب اینم از این قسمت و همشون میمیرن. خب توی ساید بعدی سینگل تارگتن همشون، فقط باس هست که باید خیلی حواستون بهش باشه و اذیت میکنه. من اینجا خیلی چیک میام دندرو کورامو میندازم زمین، بعد با کوکی همشون اکتیویت میکنم. حالا از این سمتم بذار مسجدمو بسازم، بعد دیگه دمیجه. حالا این میاد دوباره، اینم همین داستانه داریم روش و تا زمانی که باسه میاد. خب حالا که باسه اومد خیلی شیک، ما اول یه مسجد بسازیم، همه رو بعد یا آی فریم کنیم یا داج بدیم. مثلا اینا دمیجش ایویه، خیلی داج دادنش سخته، در نتیجه سعی کنید آی فریم کنید اکثر دمیج ها رو، یا مثلا کاراکتری که میتونه اون دمیج رو طاقت بیاره رو بردارین. خب مثلا من یلان هم خیلی بچه کت کلوفتیه، در نتیجه میارمش اینجا همه دمیج ها رو یلان بخوره، چون که اونا دارن در بگیران کار خودشون نمی کنن دیگه. دوباره یه مسجد میسازیم، میایم رو کوکی اسکیل برستمون رو میزنیم. همینطور که می‌بینیم بنده خدا سقط شد. خیلی راحت. خب توی چمبر دوم المنتال برست در خیلی‌ها می‌خوره، استفاده می‌کنیم. ببینین اون ستایی که گفتم اول میاد، بره سمت دندروه که پرواز نکنه، بعد سریع ای او ای دمیج بندازین رو همشون که ناک داون بشن، خیلی به نفعتون میشه. بعد شروع کن کتک زدن. بعد نارو بکشین خروسه میاد. خیلی شیک، این مال تو، این مال تو، تام به پایین بمیر. اوکی خروس رو ببینین، اگه الکترو بهش بزنین این دایره اینجا پر میشه، اگه پای رو بزنین خاموش میشه. خب یعنی ریست میشه یه جورایی بهتر بگم.
پس در نتیجه شما باید حواستون باشه که چه جور دمیجی دارین اینجا پیاده میکنید رو سر کله این بدبخت. اگه میخواین اگ روش کنید باید الکترو بزنید، وگرنه اصلا اگ رو نمیشه که بخواد وارد اون متدش بشه که بعدش ناک داون بشه بتونید کلی کتکش بزنید. خب دیگه اچ پی آخرت هم بذار من برست بچه‌ها رو پر کنم. مرسی. واو سینچون ریست نشد، عالیه. خب این از این قسمت. حالا توی ساید دوم، اولیش یه سینگل تارگت هیچی، دومیه که خیلی رو مخه که ماوکنکیه. ماوکنکی هم که نکاتش مشخصه، صرفا بزنینش تا بمیره. و حالا یک نکته‌ای که داره اینه که سعی کنید تیم‌هایی که دمیج‌های منطقه‌ای، یعنی منظورم اینه که توی یک ناحیه مجبور نباشید فایت بدید بیارین، مثلا تیمی که امران منه هایپر بلوم. خب چرا؟ چون که اگه اینجور تیم‌ها رو نیارین، این بنده خدا ماوکنکیه هی چپ راست داره دوست داره تلپورت کنه، خوشش میاد از تلپورت کردن. خب بله منو تو زدی سقط کردی، آروم باش. آی فریم هم یادتون نره دمیجای گنده شو، در نتیجه نمیمیرین. بعد ببینین الان مثلا این دش کرده رفته این ته، خب ولی من تیمم چون که دمیجام همراه خودم میاد هیچ مشکلی ندارم با این قضیه. الان دوباره احتمالا دش میمونه میره وسط. خب دش کرد رفت وسط، آروم باش حیوان. خب دش میکنه میره وسط و من خیلی شیک میام دنبالش و دوباره شروع میکنم کتک زدم. میبینین من هیچ مشکلی با دنبال کردن این بشر ندارم. اما اگه مثلا تیمم جوری بود مثل نشنال رایدن که مجبور بودین توی ناحیه برست بنت فایتتون انجام بدین چون همه نیاز داشتن اونجا باشن، دمیج لاست زیادی داشتین. خب یکم اچ پی بدین بچه کی به کیه. خب ببینین این باسه حقیقتا هیچ چیز خاصی نداره، خب یعنی خیلی ایزیه. تنها نکته ای که داره اینه که کلی پایرو میزنه و شما اگه مثلا نیاز به المنت پایرو داشته باشین در یک ناحیه ای میتونید از همین فیلدی که اینجا ساخته استفاده کنید، چون که این فیلد پایروه و اگه داخل اون فیلد باشین دمیج میکنید. حالا این سه تا گوله میندازه، این گوله ها رو با پایرو بزنید آغشته کنید که الان من آغشتشون کردم. داداش یه دونه بزن به این. خب نکرد، خورد. اوکی پایروی شده بود، خورد. اینا پایروی بشن بخوره اینجوری نکن، میشینه رو زمین گریه میکنه، ناراحت میشه و میگه که وای من گوله آتشی خوردم، نمیخواستم، خوشم نمیاد، چرت و پرت. همین. سایت دومم که خب دیگه 2 میلیارد بار فکر کنم همتون با این فایت دادیم. من مسجدمو میسازم. ببینید این بنده خدا هیچ چیز خاصی نداره، صرفا تا برسه به 60-70% کاملا بیازاره. بعد از اینم که میرسه به 70% HP تازه یه کوچولو میخواد آزار برسونه، چون که بعد میره بیرون و بچه‌هاشو صدا میکنه بیان. حالا بچه‌هاش چی کار میکنن؟ اونا میگه غلط خاصی نمیکنن. ببینید خب من اینو زدم رسید به 70% HP، بعد دیزیبل میشه. 4 تا از اینا میندازه دور یکیشون، همینطور که ببینید دایره است. هر کدوم از اینا یه کاری میکنه، این دش بکه ناکن، من میام اینجا کنارش دش میکنه، میاد میره سمت این. یکیشون ماره که شما باید بیاین این یارو خود باسه رو بین خودتون و ماره قرار بدین. چرا؟ چون که بعدا ماره تلپورت میکنه دقیقا میاد کنار شما. پس اینا رو حواستون باشه که از اینا راحت سوء استفاده های ابزاریتون رو انجام بدین، چون سوء استفاده ابزاری خیلی خوبه. بعد اون چیزم که حالت مثل لاک پشته شیلد داره، بعد سعی کنین از نقطه کورش بهش ضربه بزنین که رو مختونه واقعا. یکی دیگه هم داره که حواستون باشه کدومش میاد، مثلا اگه ماره بود شما بعد این باسه رو بین خودتون و ماره قرار بدین. اگه اینی بود که حالت شبیه تیر میزنه، بعد بین این تیر میزنه رو بین خودتون و باسه قرار بدین که این دش کنه بره سمت باسه و راحت بزنید. خب بریم بیلدرم هم دیگه داشته باشیم. Thank you.
خب اینم از این عبیس، امیدوارم که لذت برده باشین. هر جور تیم دیگه ای که دوست دارین براتون باش عبیس بزنم و حتما توی کامنت ها بنویسین. اگه دوست دارین چالش بریم با عبیس، اونم توی کامنت ها حتما اشاره کنید بهش و کاراکتر 4 ستاره هم میتونیم براتون بذاریم، ولی خب باید کامنت های زیادی بیاد راجع به اینکه عبیس رو با 4 ستاره بزنم، وگرنه من جعلکه حال ندارم بیام بشینم اینجا 10 ساعت ریسیت کنم. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که از این ویدیو بینات لذت برده باشین. حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل منم سابسکرایب کنین، زنگ نوتیفیکیشن هم یادتون نره بزنین. امیدوارم که از این ویدیو بینات لذت برده باشین، برای بقیه دوستاتون هم بفرستین که اونا هم یاد بگیرن و حالا نکاتی که گفتم به اونا هم کمک بکنه که راحت‌تر بتونن عبیسو 36 ستاره کنن. خب بچه‌ها بازم رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه و مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه. تا درود دیگه، همه شما رو بارکان‌های بزرگ می‌سپارم. بدرود.